به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به سه رویداد فوری که تازه به ما رسید. تاکاشی اوکادا، سفیر ژاپن در کابل، میگوید که این کشور پروژه های نیمه تمام خود را در افغانستان تکمیل خواهد کرد. اوکادا این اظهارات را چهارشنبه در دیدارش با عطاالله عمر، سرپرست وزارت زراعت طالبان، مطرح کرده است. وزارت زراعت طالبان در اعلامیه گفته است که در این دیدار دو طرف در خصوص انکشاف زراعت، باغداری و مالداری گفتگو کردند و سفیر ژاپن از ادامه همکاری‌ها، افزایش کمک‌های مالی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره این کشور در افغانستان خبر داده است. این وزارت به نقل از سفیر ژاپن نوشته که پروژه‌های آن کشور بیشتر روی تغییرات اقلیمی، مدیریت آب، خشکسالی و مبارزه با مواد مخدر متمرکز است. گذرگاه سالنگ به طور کامل بروی رفت آمد بسته می شود. وزارت فواید عامه طالبان اعلام کرده است که گذرگاه سالنگ به طور کامل بروی رفت آمد ترافیک بسته خواهد شد. این وزارت چهارشنبه با نشر اعلامیه گفته است که گذرگاه سالنگ از روز یکشنبه 19 سنبله با تکمیل شدن کار بازسازی داخل تونل بسته می شود. این وزارت از شهروندان، تاجران و رانندگان خواسته است تا در مدت 11 روز ضروریات خود را تکمیل کنند. گفتنی است که کار بازسازی شارع سالنگ در 20 سرطان سال جاری با حضور ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان، گشایش یافت. پروژه بازسازی این جاده به دو شرکت خصوصی سپرده شده و قرار است در مدت 2 سال به بهره برداری سپرده شود. و در پایان، پسر ملا ایبت الله اخوندزاده هم انتحاری برآمد. وزیر امر به معروف طالبان مدعی شده که افغانستان به دلیل رهبری ملا ایبت الله اخوندزاده در میدان علم و دین خودکفا است و با فتوای علمای دینی کشورهای دیگر نیاز ندارد. انفی دوشنبه در یک سخنرانی در غور در وصف ایبت الله گفت که او یک قبلگاه استشهادی است. طالبان به انتحار نیروهای خود استشهادی میگویند. این گروه در سرطان 1396 تایید کردند که فرزند ایبت الله عامل یک عمله انتحاری در ولسوالی گرشک ولایت هلمند بود. در عملیات انتحاری طالبان صدها فرد ملکی کشته شد، اما این گروه اغلب تلفات ملکی را رد کرد. این مقام طالبان در بخش از سخنانش گفت که تمام جهان در یک طرف قرار دارند و طالبان را منزوی کردند. با این حال او تاکید کرد حکومت طالبان منزوی نخواهد شد. وزیر امر به معروف طالبان مدعی شد که حکومت این گروه در تمام جهان بی‌نظیر است. او گفت مسلمانان در کشورهای اسلامی آزاد نیستند و آنها در حوزه اقتصاد و دانش تحت فشار بیرونی هستند. او گفت طالبان فشار کسی را قبول ندارند. خالد عنفی با اشاره به انتقادها نسبت به سیاست‌های طالبان گفت که برخی علیه طالبان تبلیغات می‌کنند و می‌گویند که این گروه اسلام را بدنام می‌کنند. آقای عنفی تاکید کرد مردم حق دارند در وزارت امن به معروف طالبان شکایت درج کنند، اما افزود که انتقاد از نظام اسلامی غیر شرعی و غیر اصولی است. تشکر از توجهتان، تا بعد، بدرود.